هر وقت میرفت زیارت میگفتن داره ریا میکنه برای پدرش که مرد بزرگی بود یه آرامگاه ساخت میگفتن ثروت ملی رو خرج قبر باباش کرده تلویزیون رو اوورد گفتن ابزار شیطون رو اوورده تو خونه های مردم بیلیت های لاتاری هم بود میگفتن قره کشی و شانسی برنده شدن حرومه برای رونق بازار تبلیغات میکردن میگفتن داره مصرف گرایی و ترویج میکنه ارتش رو تجهیز کرد و شد قدرت منطقه می گفتن بودجه مملکت رو داره خرج ارتش میکنه یه جشن گرفت که ایران افتاد رو زبون همه دنیا گفتن ثروت ملت رو خرج عیاشی میکنه یه مش جنایتکار رو گرفت و انداخت توی زندان گفتن چرا اینا رو از بین نبردی تو همه دوران شاهیش کسی اختلاس نکرد اما میگفتن همه ی حکومت دزدن نفت گرون میشد میگفتن داره همه رو میریزه تو جیبش نفت ارزون میشد میگفتن با قرض است به یکی کرده و نوکر اجانبه تورم نبود اما همه میگفتن اوضاع اقتصادی خرابه تو اکثر شهرها فاحشه خونه بود و همسایه کناری کسی فاحشه نبود کسی تنش رو هر راج نمی کرد. کسی کلیهش رو نمی فروخ واسه خرج زندگی. کسی برای هیچ ارزشای انسانیش زیر پا نمیزاشت. آزادی اجتماعی صد درصدی بود. اقتصاد ما بعد از ژاپن حرف اول تو منطقه میزد. رشد اقتصادی ما دو رقمی بود و درآمد سرانه هر ایرانی پنج برابر همسایه ها بود. حدود یک میلیون خارجی توی ایران مشغول به کار بودن. تو دوران حکومتش به هیچ دختری اشد مجازات داده نشد. به هیچ دختری قبل از حذفش تعرض نشد. اعتبار کشور و واحد پول ما هم که جهانی بود و همه ی دنیا تا کمر دلا می شدن. کاخ هم داشت اما بعد از اینکه رفت همه دیدن همچین کاخی هم نبود. خونه بازاری های الان بهتر از کاخ اونه. اون محمد رضا شاه بود.